بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. محصلین عزیز سمستر 12 سلام بر شما، امیدوار هستم که همواره صحتمند و تندرست باشین. محصلین عزیز، ما امراض تنفسی اطفال رو میخوانیم. در جلسه قبل راجع به برانشولیت و همچنان نمونه ویروسی و لوفلر سندروم هم رایش میخواندیم. در این جلسه راجع به برانشیال آسم انشاءالله صحبت میکنیم، که برانشیال آسم هم یک از آفات تنفسی است که در واقع در نزد اطفال بسیار واقعاتش زیاد دیده میشه و متاسفانه در افغانستان و در هرات موجود هم ما تعداد اطفال که از این مریضی رنج میبرن زیاد هست. خب در این تصویر ما یک اکسکلیشه اکسره از اکتف میبینیم که مسابه برانشیال آسم هست، که در جریان این پرزنتشن ما راجع به این تصویر هم انشاءالله صحبت خواهیم کرد. خب خود برانشیال آسم یا اسمای قصبی مرض التهابی آلرژیک مزمن انسدادی، چندین خاصیت داره. التهابی است، آلرژیک هست، مزمن هست و انسدادی است و قابل ارجاع است. قابل ارجاع اینه چی؟ اینه که توسط دواهای برانکودایلاتور ما میتونیم تفلکر در واقع تداوی بکنیم و قابل ارجاع است. متصف است با فرط عکس العمل شزن و قصبات. در برانشیول اگر یادتون باشه، برانشیول ها یعنی قسمت های سفلی طرق تنفسی مصاب میشد. در خود برانشیال آسم شزن، ترخیا و قصبات یا برانش ها مصاب میشن در مقابل انواع مختلف منبهات ایمونولوژیک و غیر ایمونولوژیک، حتی منبهات سایکولوژیک، منبهات در واقع عصبی هم ممکنه که باعث تحریک و فرط عکس العمل شزن و قصبات بشه. قابل تداوی توسط برانکودایلاتورها و ضد التهاب‌ها. این خصوصیاته، درست؟ وقتی اگه به شما کسی بگه که تعریف داشته باشیم از خود برانشیال آسم، تمام موضوعات رو باید مطرح بسازیم. خب از نظر اپیدمیولوژی شایع‌ترین مریضی مزمن در نزد اطفاله، یعنی 5-10% اطفال هم مصاب می‌سازه. تناسب پسران و دختران 2:1 است، یعنی در مقابل هر یک دختر 2 پسر مصاب می‌سازه. 50% مبتلایان در سنین 1-3 سالگی مصاب میشن و 80-90% تا سنین 4-5 سال اولین حمله اسمال حتما سپری میکنن. یعنی از این 5-10% اطفال، از کل اطفال 5-10% که مصاب میشه، از همین 5-10% 80-90% از او الا سن 4-5 سالگی چیکار میکنه؟ اولین حمله آسم اینا سپری میکنه. ریسک فاکتورها، ما عوامل مساعد کننده داریم، عوامل ایجاد کننده داریم و عوامل تشدید کننده داریم. عوامل مساعد کننده برای برانشیال آسم امراض اتوپیک مثل SLE سیستمیک لوپوس اریتماتوز است، مثل اگزیما، که اینا در واقع یک ایجاد استعداد ارسی برای تولید مقادیر طبیعی ایمونوگلوبین ای در پاسخ به آلرژن های محیطی است. صحیح شد. ایمونوگلوبین ای که است، اینا خود ایمونوگلوبین در واقع چیه؟ انتیبودیه که چه کار میکنه؟ که در برابر آلرژن های محیطی شروع فعالیت میکنه و عکس العمل نشان میده. عوامل ایجاد کننده، فاکتورهای اصلی به وجود آوردن عکس العمل التهاب در مجرای هوایی و بروز آسما، که ما فاکتورها در پاتولوژی در پاتوژنز زیر میخونیم. آلرژن ها ممکنه که سنشوقی و غیر سنشوقی باشه. از طریق جلدی، مثلا ما پیشتر گفتیم مریض یک اس ال ای داره، مریض یک در واقع اگزیمای داره، ممکنه که باز از شکل غیر سنشوقی باعث تحریک تولید ایمونوگلوبین ای بشه. خب دیگه عوامل تشدید کننده از این شامل مواد کیمیاوی، هوای سرد، گازهای مخرج، تغییرات آب و هوا، آلرژن، هیجانات شدید و غیره. این به معنیه که تمام افراد یا تمام اطفال به هیجانات شدید وقتی مریض بشن یا به گازهای مخرج مریض بشن، اینها سبب بروز آسم نزد از اینا نمیشه. کسانی که عوامل ایجاد کننده دارن، کسانی که عوامل مساعد کننده دارن، زمانی که به هوای سرد یا گازهای مخرج یا عوامل تشدید کننده اینو برخورد میکنن، در این حالت چیکار میشه؟ در این حالت نزد از اینا در واقع شدت کسب میکنه مریضی. اسم تراگرها، یعنی کدام حالات باعث تحریک خود مرض آسم میشه؟ انتانات معمول ویروسی، مثلا انفلانزا، پارا انفلانزا، کامن کول. آلرژن های موسمی مثل پولن ها، مثل
در واقع گراس یا علف ها دیگه مثل وید یا مو چی میگیم ما علف های هرزه میگیم وید ویدز درسته و همچنین اتریاد و تنباکو و سگرت معروضین شغلی به فرمالدهاد به کسانی که رنگ میزی میکنن کسانی که سیدر یا سرو میگن سیدر یا سرو کسانی به اونا در تماس هستن در باغ ها و در باغچه ها کار میکنن در مرز هوای خوش به سرد قرار گرفتن تمرینات یا حتی گریه شدید و خنده بیش از حد اینا ممکنه که تراگر کنه یا در واقع راه بیاندازه یا ماشه بکشه ماشه برای ایجاد آسم ادویه مثل آسپرین بتا بلاکرها ویتامین بی 1 نان استرویدال آنتی انفلاماتوری درگ ها ای سی انهیبیتورها و پنیسیلین اینا جمله اسما تراگر خود تراگر یعنی که ماشه کشیدن یا راه انداختن اون تراگر میشه خب پاتوفیزیولوژی بازم حمله حادثه التهابی ابتدایی در ریه وجود داره. مریض گفتیم که ممکنه یک حادثه چی؟ یک سرماخوردی یا انترونت تو تنفسی عروقی داشته باشیم. اینا باعث میشه که اسپازم عضلات ملسه مثل که در خود برانشولیت ما شما گفتیم اونا در اسپازم عضلات ملسه برانشول ها میشد این اسپازم عضلات ملسه قصبات یا برانش ها میشه. بازم افزایش تولید مخاط تشکل پلاک میوکیدی التهاب و زمای غشای مخاطی طرق تنفسی ارتشاء عضلات التهابی افزایش تفلس و عضلات اپیتلیال چی طرق تنفسی به اون میکانیزمی که برانشولیت در برانشول ها ایجاد میشه ایجاد میکرد در واقع باز برانشال آسم به برانش ها ایجاد میکنه دیگه افزایش فشار داخل سطح فشار بلند میره و از باعث فرط تهویه باعث مختل شدن برگشت خون وریدی میشه و این در نهایت سبب چی میشه سبب کاهش دانه قلبی میگرده و وقتی که دانه قلبی کاهش پیدا کرد پرفیوژن کم میشه تشوش در تناسب تهویه و پرفیوژن باعث هایپوکسی میشه وقتی هایپوکسی ایجاد شد لکتیک اسید به کربن دی اکساید و H2O یا آب و بالاخره اسیدوز متابولیک در هر جا که لکتیک اسید در واقع در بدن افزایش پیدا کرد اسیدوز متابولیک میسازه و در هر جا که بایکربونیت افزایش پیدا میکنه باز اسیدوز تنفسی میسازه خب هایپرکاپنی هم چنان چیکار میکنه باعث افزایش سویه کاربونیک اسید میشه و تجزیه یونهای خود اشتیوتری و اجدو باعث میشه که اسیدوز تنفسی نزیم ایجاد شه یعنی مریضایی که برانشیال آسم دارن هم اسیدوز متابولیک ممکنه داشته باشن و هم اسیدوز تنفسی میتونن داشته باشن خب که در بحث اسیدوز هم باز ما گفتم که آسف چون خب باید معلومات بدن به گروه من ندیدم که معلومات بدن و آمدگی خود داشته باشن و حتما به گروه معلومات خود ارائه میکنن اطفال شیرخوار و بزرگتر بیشتر مستعد به اسما هستند چرا؟ چون سوازی طرق تنفسی از اونا کاهش یافته است کمه دیگه عرض شود محدود بودن پولمونری کامپلیانس یا ظرفیت خود پولمونری یا خود سیستم اویه در اونجا سیستم چیک است ششها محدود هست تفریط فعالیت عضلات ملسه طرق هوایی درست شد دیگه طرق هوایی کوچک و همچنان هایپرپلازی قدوات مخاطی بازم یک میکانیزم ببینیم هیستامین ریلیاز وقتی که یک عکس العمل یا یک آلرژن در واقع بدن داخل میشه استومین افراز میشه باعث برانکوسپاز میشه برانکوسپاز خود از او باعث افزایش مخاط برانش ها و باعث اوزیمای در واقع قشای مخاطی برانش ها اوزیمای قشای مخاطی برانش ها باعث افزایش افراز برانشیال ها در واقع یا برانش ها که موکوزی زیادتر افراز میکنن و بالاخره خود گاز ها در داخل الویل ها حبس میمونه و باعث کاهش چی ونتیلیشن میشه کاهش ونتیلیشن سبب سرفه کوتاهی نفس و ویزینگ نزدمه ایجاد میشه خب عکس العمل های مقدم معافیتی باعث تقبض قصبات میشه توسط ادویه بتا 2 رسپتور اگانیست تداوی شده میتونن اینو شما در بحث فارماکولوژی خواندیم کدام دوا است خب میتونه توسط مستظرات مسل استابلایزینگ در واقع مانند کرومارین هم تداوی شه عکس العمل های مؤخر در ظرف 6 الی 8 ساعت بعد از مواجه شدن در واقع
چیکار میشه؟ بیولوژی واقعی میشه، سابقه شای ایزونفیل ها و نوتروفیل ها فرد تاثیرات عکس العمل دوام دار میشه، میتونه توسط استروید تدای واقعی بشه و توسط مستحضرات مسل استابلایزینگ چیکار میشه؟ صرفا واقعی میشه. ما ببینیم در عکس العمل های مقدم چیکار میکنه؟ در عکس العمل های مقدم فقط تقبض عصب تقبض قصبات هست و به تو دور سپتور اگونیس ما میتونیم تداعی کنیم و توسط کرمالین هم متد تداعی شه. اما وقتی که عکس العمل مؤخر در واقع اتفاق افتاد، باز توسط کرمالین تداعی نمیشه، صرفا وقایع کرده میتونه از پیشرفت جلوگیری کرده میتونیم تداعی با توسط استروید صورت بگیره. خب ما دو نوع اسما داریم از لحاظ منشأ، اسمای خارج المنشأ و اسمای داخل المنشأ. اسمای خارج المنشأ فاکتورهای مشاهده کننده شامل فاکتورهای محیطی مثل گرد و غبار و گرده نباتات اینا و در اینجا یک اسپسیفیک ایمونوگلوبین ای در مقابل خود فاکتور محیطی ایجاد میشه، با مقابل یک چی آلرژن مخصوص ایمونوگلوبین های ای افراز میشه و باعث ایجاد عکس العمل آنتیجن آنتی‌بادی میشه. و اسمای داخل منشأ در واقع در اینجا باز ایمونوگلوبین ای داخل نیه، تستوهای جلدی منفیه، یعنی به خاطر ایمونوگلوبین سری ایمونوگلوبین ای پایینه و معمولا در 2 سال اول حیات دیده میشه در اسمای داخل منشأ، یعنی در داخل بدن خود از عکس العمل ها سبب ایجاد آس میشه. از لحاظ کلینیکی سرفه داره، ممکنه که ویز داشته باشه یا ویز نداشته باشه و ویز هم اگه باشه یا خفیف باشه یا شدید باشه، مترافق با تغییرات اقلیمی و تمرینات هست. یعنی اگر در فصل بهار که معمولا گرده گیاهان زیادتر هست شدت مریضی زیادتره، یا وقتی که مریض تمرینات زیادتر انجام میده، هوای سرد زیادتر تنفس میکنه، اینا چیکار میشه؟ این شدت کسب میکنه. شروع از او با یک ریزش ساده و تداوم سرفه های اشتدادی در مرحله ابتدایی سرفه خشک زفیر طولانی و ویز دیده میشه، شنیده میشه، حتی ویز اودیبل هست بدون اینکه ما استتوسکوپ بگذاریم، ویز قابل استقا هست، قابل شنیدن هست. مریض تعرق داره، سیانوز داره، خستگی داره. در حالات وخیم فرط وضاحت، یعنی هایپر رزونانس، هایپر انفلشن و معدومیت آواز تنفسی، یعنی سایلنت چست، چست مریض سایلنت میشه که بسیار حالت وخیم هست و تهدید کننده حیات هست. سیانوز و استرس تنفسی با عدم موجودیت ویز نشان دهنده بی ویدی کلینیکی نیست. یعنی اگر مریض ما وقتی که ویز مریض نداشت، ما باید حکم نکنیم که مریض خوب شده. چرا؟ چون وقتی ویز نداشت شاید به طرف پیشرفت رفته باشه و یک سایلنت چست ایجاد کرده باشه و شکل حالت وخیم ایجاد کرده باشه. با بهبودی کلینیکی ویز دوباره ظاهر میشه. وقتی ما تداعی بکنیم ببینیم مریض می اول ویز داره، شدت کسب میکنه، ویز گم میشه، توسط مریضی ویز گم میشه. وقتی ما تداعی میکنیم پس ویز ایجاد میشه. وقتی ویز ایجاد شد نشون میده که ما تداعی ما جواب داده، تداعی ما خوب بوده. و هایپوکسی سبب سیانوز و اریتمی قلبی و بالاخره پلس پارادوکس میشه که این پلس پارادوکس که ایجاد شد حالت وخیم نشون میده. ببینیم که پلس پارادوکس رو باز به دوش مهدی جان بگذاریم. مهدی جان وظیفه داره که پلس پارادوکس رو پیدا بکنی و در از طریق گروه باز مطرح بشه معلومات خور. خب دیگه کلاپس سگمنت ممکن ایجاد بشه که خود قصبه یا برانش انسداد پیدا میکنه توسط پلک های مخاطی. صدر مریض چون به شکل متنوع و مزمن ایجاد میشه، مریضی به شکل برل چست ایجاد میشه و کلابینگ هم در اوقات اختلاطی ممکنه که قابل دریافت باشه یا برآمده شدن نهایات دیستال انگشت ها. از نظر کلینیکی و شدت مریضی ما سه نوع داریم: خفیف، متوسط و شدید، که در واقع ما چندین معیار کلینیکی، رنگ جلد نگاه میکنیم، وضعیت شعوری، تعداد تنفس، سرعت تنفس، اشتباه کسب تنفسی، رانکای نگاه میکنیم، پی ای اف آر نگاه میکنیم و پی ای اف آر هم باز یک از همکارا ما یک از دکتر صاحب وظیفه میدونه که پیدا بکنه و اشتباه اکسیژن و پی سی او دو ما ارزیابی میکنیم. خب یک دو معیار از این ما میخونیم، باز تیر میشیم از این، باز خودشون مطالعه کنیم. فرض کنیم تعداد تنفس، تعداد تنفس در حالت خفیف تا 30% بیشتر از تعداد متوسط میشه، در حالت متوسط 30 تا 50% بیشتر از تعداد تنفس، در حالت شدید بیشتر از 50% تعداد متوسط. یعنی یک طفل که فرض کنیم سنش فرض کنیم که بیشتر از یک سال باشه، تعداد تنفسی باید 40 پایین تر باشه. حالا در مریضایی که شکل خفیف شکل شدید میگیرن 50% 40 میشه چند؟ میشه 20. 20 رو که جمع 40 کنیم میشه 60 متر. یک طفل که بیشتر از یک سال سن داره و تعداد تنفسش رو 60 متر به هست در حالات شدید چی برانشیال آست. صحیح شد؟ خب
و همچنان فرض کنیم که این رونکای در رونکای در حالت خفیف تنها در زفیر شنیده میشه و در حالت متوسط هم در زفیر میشنیم هم در شقیق میشنیم و در حالت شدید سایلنت چست است، اصلا هیچ آواز تنفسی قابل اسقاء نیست. برای تشخیص از ما تاریخچه ویز متکرر مترافق با سرفه، افزایش ریسپیراتوری ریت، هایپر انفلیشن، هایپوکسی که اکسیژن سچوریشن کمتر یا مساوی با 90 میشه 90%، چست اندروینگ قابل دریافت است و افزایش اشتراک عضلات تنفسی در تنفس که عضلات تنفسی رو شما میفهمین که انترکوستال هست، استرنو کلاوید مستوید هست که در واقع SCM و همچنان حجاب عاجز، اینا جمله عضلات اشتراکی در فعل تنفس هستند. خب دیگه ویز با زفیر طولانی قابل اسخا هست، کاهش هوای دخولی یا عدم دخول در انسداد شدید، اینه در انسداد شدید ما هوا داخل ششان نمیشه و سایلنت چست قابل دریافت هست، عدم موجودیت تب، پاسخ در مقابل برانکودایلاتورها، ایزونیفیلی دیده میشه و ما یک بحث داره ایزونیفیلی که در سلالای بعدی میخونیم، سرفای اشتدادی مزمن که در واقع ما میگیم اسمای مخفی شده ما به شکل مزمن تفلک سرفه داره به شکل اشتدادی، میگن شاید یک اساسیت ساده باشه ما در صورتی که مریض مصاب اسما هست به شکل مخفی سر میکنه، تست آلرژیکی برای تشخیص آسم رول ندارن. خب ایزونوفیلی ما پیشتر گفتم که ایزونوفیلی قابل دریافت هست که 250 الی 400 حجره در متر مکعب در ملیحات دیده میشه، برای تشخیص تفریقی از حالات آلرژی که وزموتور و آفات انسولینی ریه است و انتونات و سینیه، چون در حالات آلرژیک در حالات وزموتور و آفات انسولینی ریه هم ممکنه که ایزونوفیلی دیده شه. اما یک بحث دیگه است در اسما با منشأ انتونی یا اسما تداوی شده با استروید علاوه بر اینکه ایزونوفیلی دیده نمیشه بلکه ایزونوپینی دیده میشه، تعداد ایزونوفیلا کاهش پیدا میکنه. واسمی سویه ایمونوگلوبین های سروم نرمال است به سطوه آی جی ای که بلنده، او هم در اسمای خارج المنشأ. در اکس ری ما اعتباس متناظر هوار میبینیم، پچی اتلکتازز به درجات مختلف با امگر برانکوسپاس و پلک های مخاطی است، مملوف بودن شراین اسوسی ریوی به امگر فرط فشار ریوی هست، زخم شدن قصه با دسته و تجمع مایه در مسافات بین خلالی پریواسکولر و پری برانشیال که در اینجی هم خانم دکتر سیب کریمه شما باز خود اتلکتاز در مطالعه کنه و باز گروپ پخش کنه خب؟ و گروپ شیر رو سازیم. این یک کلیشه ایکس ری در اینجی میبینیم یک ارتشاهات دیده میشه، یک ارتشاهات نشان داده و یک کلیشه ایکس ری به مریضی که مصاب برانشیال آسم هست. اعتباس متناظر هوا در دو طرف هوا متناظران دیده میشه، پچ اتلکتاز در اینجا دیده نمیشه، باز اتلکتازی ما خب در اگر یاد چون باشه در جلسه قبل ما یک مریض برانشولی تر اکسی نشان دادیم که حالت اتلکتازی هم داشت، خب ممکنه که در برانشال آسم هم در واقعات شدید اتلکتاز دیده بشه که داری فقط در پرهوایی دو طرفه ایریه و همچون پر برانشال اینجا چکار شده؟ ارتشاهات ایجاد کرده. در کدام حالات از مریضای آسما اکسره بگیریم؟ در صورتی که تب وجود داشته باشه به خاطر موجودیت نمونیا، در صورتی که دریافت‌های صدری یک طرفه دیده شه شاید مریض یک پلورال افیوژن باشه، زمانی که شک به نموتوراکس بکنیم، زمانی که تاکیکاردی بیشتر از 160 فی دقیقه باشه، زمانی که آواز تنفسی کاهش یافته باشه و زمانی که مصابین تحت تداوی با تنفس مکانیکی یا ونتیلیشن یا مکانیکال ونتیلیشن زمانی که اینو دارن، برای اینا باید ما حتما اکس ری بگیریم که باز ما از اختلالات مکانیکال ونتیلیشن مخور آگاه بسازیم. در تشخیص تفریقی برانشولیت هست، برانشولیت در جلسه قبل ما خوندیم معمولا در جریان دو سال اول حیات دیده میشه، بیشتر در 6 ماه اول حیات، در زمستان بهار به غروب میپیونده، معمولا متکرر نیه، توسط ادویه سیمپتوممیتیک که بیشتر ما در اون جلسه هم گفتیم بهبودی حاصل نمیکنه و در آسم تاریخچه فامیلی آلرژی یا اگزیما ممکنه که دیده شه اما در برانشولی دیده نمیشه. دیگر با سوی تشکلات ولادی مثل انسداد طرقوی ممکنه که به شکل ولادی انسداد پیدا بکنه، تشکل حلقه وحی که نرف شریان ترقوی طرفو است، این حلقه وحی رنجو ما شما میبینیم، اگر این ما ببینیم این در واقع یک نشان دهنده یک حلقه وحی است، این به شکل حلقه دیده میشه اینجا صحیح شد، این بنام واسکولار رنگ یاد میشه در چیکاس، فقط شما نمازیر بفهمید کفایت میکنه فعلا دوستای عزیز، و مضاعف شدن قیس ابهر
که در واقع اینو ببینیم ای تصویر باز مضاف شدن قوس ابهر است، یعنی یک قوس ابهر دو قوس ابهر در اینجا واضح در اکسری چکار میشه دیده میشه. یا جمله سوی تشکلات ولدی است که مو متظاهرات برانشال آسما داره، مریض استرس تنفسی داره، مشکلات تنفسی نظیم مریض ایجاد میشه. دیگه در فوریان بادی از پاریشان هم این در اینجا میبینیم فوریان بادی از پاریشان است، یعنی یک جسم عجیبی بلکده ویز موزیه تاریخچه بلد جسم عجیبی وجود داره، مشکلات تنفسی متکرر نظیم مریض ایجاد میشه. دیگه همچنان با اکسترینسیک الرژیک الویلایتیس هم باید ما تشخیص فقی بکنیم که در نمونه های کارپر سنسیتیویتی یا افزایش حساسیت دارن، سرفه هاد دارن به تغییر بین شاخ گرد و غبار و پوست حیوانات و ماده که مثل پارامینو سالیسیلیک اسید و انالیک سی اسید، اینا شکل هاد یک سرفه نزدیزون پیدا میشه و پس برطرف میشه. این به شکل مزمن نیست، در خود برانشال آس مزمن بودن مطرح است، اما در اکسترینسیک آلرژیک الویولایتس ای باز شکل هاد ایجاد میشه. تب، لرزه، نفس تنگی، خستگی و درد ایجاد میشه و سیوی ایمونوگلوبین ای و ایمونوگلوبین ای نرمال هست. یک بحث بدن برام استاتوس آسماتیکوس، زمانی که حمله آس مترافق با آسپازم شدید برانش ها، ظهور اسرت تنفس دوامدار، زفیری طولانی با اشتراک از عضلات کمیکی تنفسی و سیانوز ایجاد بشه. یعنی سیانوز مریض داره به شکل دوامدار، مریض حالت استرس بسیار شدید تنفسی با حالت سیانوتیک که اسرت تنفس از او دوامدار شده، طولانی شده، با دوای معمولی جواب نمیده. مادر میگه دکتر صاحب من برای مریض خوب سالبوتامول دادم، مریض آس بوده سابق، یعنی سالبوتامول ما برای او انهلر کردم بازم جور نشد. ما شک میکنیم که مریض استاتوس آسماتیکوس و باید بستر شد. در اثر تماس با مقدار زیاد آلرژن، انتاناد شدید و تشوشات روحی و تداری نادرست ممکنه که ایجاد بشه. خب معیارات بستری آسم، زمانی که آسم دوامدار یا استاتوس آسماتیکوس باشه، تاکیکاردی داشته باشه، سابقه حملات خطرناک، مادرش میگه دکتر صاحب اینم تفلک ما حملات خطرناک در قبل داشته، سپری میکرد، اترکتازی که ایجاد شده باشه، سابقه بستری مریضی آسم در آی سی یو در یک سال گذشته، حملات متعدد آسم شدید و متاثر در طی چند روز با وجود تداعی مناسب، با وجودی که ما تداعی میکنیم تداعی استاندارد صورت میگیره، کتابی صورت میگیره، اما با آن هم ببینید که حملات متعدد آسم ایجاد میشه، ما در باید تفلک بستر کنیم. و بالاخره زمانی که التریشن سیستم دماغی کاهش پیدا، یعنی سیستم دماغی ایجاد شده باشه، کاهش سطح هوشیاری. دیگه همچنان زمانی که مریض انبل تو درینک یا اسپیک باشه، صحبت کردن نتونه یا نوشیدن نتونه، هایپرکپنی داشته باشه که فشار خون دکسات کمتر از 40 میلی متر ستون سیما باشه، سیویر چست سندرم داشته باشه، سایلنت چست باشه، ما وقتی اسکان میکنیم هیچ آواز قابل اسخا نباشه، هایپوکسیمی که فشار اکسیژن کمتر از 60 میلی متر ستون سیما باشه، سچوریشن اکسیژن کمتر از 90% باشه، در واقع پیک اکسپایراتوری فلو ریت کمتر از 30% باشه و سیویر ریسپایراتوری دیستریس وید سنترال سیانوز در مریض داره و سیستم تنفسی از رو یک سیویر ریسپایراتوری دیستریس داره و همچنین فتیگو یا کانفیوز، مریض کانفیوزه یا خسته، در این حالات باید مریض چکار کنه؟ بستر بکنه. حمله حاد در چی رقم تدایی میکنه؟ حمله حاد آسم شدید اکسیژن بر مریض میدیم، سالبوتامول بعد انشاق انهلر کنیم به مقدار 0.5 میلی گرم فیکروز بگم و زدن فی دوز، اول جنبی سالبوتامول، تاکیکاردی، اریتمی، تنبای سی این اس، هایپو کالیمی و تخریشت نظر مریض ممکنه که ایجاد بشه. ادرنالین به مقدار از محلول 1:1000 به مقدار 0.01 میلی لیتر فیکروز بگم و زدن فی سابکوتونی اس بر مریض میدیم به فاصله 20 دقیقه الی 3 مرتبه. اول جنبی که ایجاد میکنه ممکنه خسافت ایجاد بکنه، ریشه ایجاد بکنه، سردردی و اریتمی. در صورتی که بهبود حاصل کرد، ما برای مریض سالبوتامول اینهلر میدیم و روان میکنیم به خانه. و در صورتی که تداعی دیستریس نفسی تداوم پیدا کرد، بعد مریض چیکار شه؟ بستر شه. تربوتولین برای مریض میدیم که در واقع یک بتا آگونیست است، از محلول 1:1000 استفاده میشه به مقدار 0.01 میلی لیتر فیکروگرام از نفی دوز به شکل سابکوتونی است به فاصله 20 دقیقه مثل ادرنالین، برای مریض چیکار میشه؟ تطبیق میشه. سیریال لایف تریتینگ آسم یا آسم شدید تعدد کننده حیات، برای مریض حتما باید بستر شه، اکسیژن تراپی برای مریض باید بدیم، برانکودایلاتور برای مریض بدیم مثل سالبوتامول یا ایپراتروپین برماید، دیگه کورتیکوستروید مثل هایدروکورتیزون برای مریض بدیم که مقدار 5 الی 10 میلی گرم فیکروز رو از بدن داده میشه به شکل یا به شکل انشاقی میدیم، بعد از او به شکل ولید یا انشاقی برای مریض داده میشه و بعدن پرednisolone میدیم به مقدار 1 میلی گرم فیکروز رو از بدن برای 3-5 روز. دیگه برای مریض ما چی میدیم؟ ما مگنزیم سولفات میدیم که از محلول 50% از او به مقدار 30 الی 50 میلی گرم فیکروز رو از بدن به شکل فیژن ولیدی در مدت 30 دقیقه.
دیگه امنیوفیلین میدن به مقدار 5 میلی گرم فیکروگرام از بدن فی دوز با 25 سی دکستروز 10% اجرا میکنیم و در 6 الی 8 ساعت به مریض تجویز میشه. ما عادت من بعد من مریض بدیم به خاطر جلوگیری از دیهیدریشن و آنتی بایوتیک هم در صورتی که شواهد انتان وجود داشته باشه داده شه. اهتمامات بعدی که داره باید ادویه فمی استروید باید برای مریض بدیم در خانه، سالبوتامول بدیم، مراقبت در خانه کنیم و برام پایواز بفهمونیم که با الرژن ها چیکار کنه، مرضیت نداشته باشه. و در صورتی که با تمام اهتمامات تداوی جواب نداد باید تداوی مکانیکی یا میکانیکال که ونتیلیشن نزد مریض اجرا شه. طفلی که استاتوس استماتیکوس داره باید با ایسوی بستر بکنیم. آزمایش های لابراتوری شامل سی بی سی و الکترولیت و اکسل بلد گاز رو برمیز بدیم. مونیتور کاردیاک سرکولیشن، خود سرکولیشن قلبی از اون مونیتور بکنیم. اکسیژن تراپی کنیم به مقدار 2-3 لیتر فی دقیقه و باید اکسیژن سرکولیشن بیشتر از 92% ما حفظ کنیم. هایدریشن میکنیم، هایدریشن از 1.5 برابر مینتنانس برمیز داده میشه. نوبولایزر سالبوتامول به تنهایی یا همراه با ایپراتروپین برماید هر 20 دقیقه برنامه چیکار میشه تجویز میشه. دیگه چیکار میکنیم؟ امینوفیلین به مقدار 5-7 میلی گرم پر کی جی همراه با 25 سی سی دکستروز 5% اجرا میکنیم در مدت 20 دقیقه هر 600 میدیم. استروید هایدروکورتیزون به مقدار 5-10 میلی گرم پر کی جی در روز به شکل آیوی. در صورتی که با اینا جواب نداد میتونیم تربوتولین به مقدار 0.1 میلی گرم فیکس رو از بدن سابکوتونی است یا 10 ماکرونگرم پر کی جی آی وی بعد از 0.06 میلی گرم تا 0.14 ماکرونگرم 0.06 تا 0.14 ماکرونگرم فکر رو از بدن فی دقیقه به شکل آی وی انفیوژن میکنیم. ما دکتر سایبا در بحث انفیوژن یک فرمول خاص داریم که انشالله ما چطور مهم مقداره که فرزند در اینجا گفته 0.06 تا 0.14 ماکرونگرم فکر رو از بدن فی دقیقه چطور ما انفیوژن بکنیم. یک فرمول داریم که انشالله در بحث کارهای عملی بعد از کرونا که انشالله به بحث کارهای عملی انشالله شما شامل شدیم حتما برای شما کار خواهیم کرد. در صورتی که اسیدوز ایجاد شده باشه با سدیم بایکربونات به مقدار 5 از محلول 5.7% به مقدار 3 میلی لیتر پر کی جی به شکل آی وی برمریز چیکار میشه تجویز میشه. احتمالات نهایی برمریز تطبیق مگنزیم سولفات و استفاده از اکسیژن. دیگه احتمالات نرسینگ هر 3 الی 6 ساعت بعد اجرا بشه، رسپیراتوری سابچه به خصوص برای علائم عدم کفه تنفسی، تزاید هایپوکسی و دیستریس تنفسی که منجر به اگزاستشن یا خستگی نزد مریض بشه باید ما چکار کنیم و چک بکنیم. دیگه از وسایل انهلشن میتونیم استفاده بکنیم، از متر دوز انهلشن استفاده میکنیم در طفلایی که کمتر از 12 سال دارن. این متر دوز انهلشن یعنی متر دوز انهلشن به اضافه اسپیسر در طفلایی که بالاتر از 4 سال دارن. این اسپیسر هم در خود این متر دوز در ام دی آی هست، متر دوز انهلشن به اضافه ام اسپیسر چه شد دیگه. ام دی آی جمع اسپیسر جمع فیس ماسک، در این قسمت یک ماسک هم می‌ذاریم که باز در اطفالی که کمتر از 4 سال سن دارن و میتونن که از دی پی آی و همچنان از مریضی که درایپ در انهلشن یا اسپین انهلر یا دیسک انهلر و غیره میتونن در طفلایی که کمتر از 5 سال سن دارن استفاده بکنیم که در این سلاید انواع مختلف از این چطور ما در واقع از ام دی آی استفاده بکنیم. هم رو با اسپیسر این اسپیسر داره، ماسک هم داره اینجا و این هم ام دی آره درسته؟ و این هم ام دی آی از ام دی آی داخل اسپیسر اینجا یک پف اجرا میکنه بندت 10-15 سنیه دن بینی تف گذاشته میشه داخل از اون تنفس میکنه تفل. این انواع این الارها هست که این در واقع MDI که با فشار ایجاد میکنه پرشرایزد هست در اینجا همراه با چی داره؟ همراه با اسپیسره. در اینجا DPI هست، اینجا بریس اکتویتد انلر هست و این هم نوبولایزر هست که اینو از انلرهای مختلف برای مریضا استفاده میشه. انظار مریضی، انظار عموما خوبه، اتفاقی که مصاب برانشل آسم هستن انظار خوب داره. مرگ در اثر تداوی نادرست ایجاد میشه در 50% در ظرف 10-20 سال مریضا چیکار میشن؟ آری از اعراض میشن به شرط که تداوی خوب کنه. 50% مصاب آفت شدید و نقص مرض میشن بعد تا آخر عمر ممکن از اون ایجاد بشه. مصابین به اشکال شدید به سویدها معتاد میشن. کسانی که شکل شدید دارن باید حتما برای اون تا آخر عمر برای اون استروید بدیم و البته وارد جانبی استروید هم باید در نظر داشته باشیم. برای وقایع از این چه کار باید بکنیم؟ جلوگیری از مواجه شدن به آلرژن ها خیلی مهمه. تغذیه با شیر مادر بسیار ارزش داره به خصوص در ماه اول حیات. چه کار میکنه؟ از ویز جلوگیری میکنه. یک دیگه
مفیدیت تو سن 6 سالگی دوام پیدا میکنه، یعنی تو سن 6 سالگی کسی که شیر مادر در جریان 6 ماه در جریان ماهای اول حیات شیر مادر بخوره، تو سن 6 سالگی از مصاب شدن به کرونا یا مصاب شدن به خود برانشیال آسم رو نجات پیدا میکنه. تو سن 6 سالگی کاهش اعراض آسما در نزد کسانی که مواجه با دود تنباکو قرار میگیرن و در دوران کودکی و شیر مادر استفاده کردن، اینا اعراض از اون بسیار کم میشه. فاکتورهای مرگ، ارزیابی نادرست از چه از نظر شدت. مریض یک سوالن چه صدا ما فکر میکنیم مریض خوبه، ما رخصت میکنیم سوال مرگ مریض میشه، ما ارزیابی نادرست کردیم. تاخیر در تداوی، مریض استاتوس استماتیکوس داره، ما میگیم که والله یک مریضی شاید خطرناک نباشه، در تداوی تاخیر میکنه مریض داد میشه. استفاده نادرست از برانکودایلاتور ها و استروید ها، استروید ها ما یا برانکودایلاتور به اندازه به دوز نامناسب یا به راه تطبیق از نادرست باشه میشه که سبب مرگ شه. عدم همکاری در تطبیق اهتمامات، بعضی مادرها بعضی پایواز هستن یا اعتماد به دکتر ندارن یا بالاخره اعتماد به خدمات ندارن، همکاری نمیکنن در تطبیق اهتمامات. یا ای که مادرها توصیه بر از اونها توصیه میکنن که از آلرژن ها اینا دور نگه داشته باشه طفل از اونها، و همچنین در خانه از برانکودایلاتورها استفاده بکنن، از اسپیسر استفاده بکنن، از امدیو استفاده بکنن، اما اینا درست استفاده نمیکنن. دیگه زمانی که تشوشات روحی و روانی اجتماعی وجود داشته باشه، چون خود یک از فاکتورهای تشدید کننده از چیه، فاکتورهای روانی است، تشوشات روحی است. دیگه استفاده از ادویه آرام بخش، بعضی وقتا طفل استرس سیلی تنفسی داره نارامی میکنه، یا دکتر یا نرس یا حتی مادرش به خاطر اینکه طفل آرام بشه از ادویه آرام بخش استفاده میکنه، انعطاف سیستم تنفسی، انعطاف سیستم دماغی و باعث مرگ میشه. دیگه مواجه شدن با آلرژن های زیاد، کتله زیاد از آلرژن ها زمانی که طفل تنفس میکنه ممکنه که باعث تشدید اعراض و استاتوس استماتیکوس و مرگ. و استفاده دوامدار از استروید ها بسیار خطرناک هست و این هم ممکنه که به طرف مرگ تفلک رسه. اختلالاتی که ایجاد میکنه شامل نمونیا، اسیدوزس، الکتروت امبالانس، هایپر انفلیشن و نوموتوراکس، هر کدوم از اینا ممکنه که نزد مریض ایجاد بشه و انظار مریض خراب بکنه. و بالاخره کدام کریتریا رو داشت ما طفل رو دیسچارج بکنیم، زمانی که در هر 4 الی 6 ساعت به برانکودایلاتور طفل ضرورت پیدا نکنه، زمانی که سچوریشن اکسیژن در هوای اتاق بیشتر از 95% باشه، زمانی که پیک اکسپایراتوری فلو ریت از بیشتر از 75% باشه، و زمانی که طفل توانایی در نوشیدن و خوردن و تکلم داشته باشه، و همچنان ما متیقن باشیم از آموزش والدین در مورد مریضی و تعقیب است. در این حالات باید طفل چیکار میشه؟ شفاخانه بستر میشه و تعقیب از او در خانه صورت میگیره. خب این بود جلسه هفتم شما، خدا کنه که موثر واقع بوده باشه. کم طولانی بود ولی بسیار مهم، شاید کم تندتر صحبت کرده باشم، شما معذرت میخوام. و شما اگر دوبار سوالی بشنیم در صورت کدام سوال چیزی داشتیم در صورت کدام پیشنهاد داشتیم میشه که از طریق پورتال مطرح بسازیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.